نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 13 همه شوال سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی با اشاره به آیات 26 تا 29 تکویر فرمودند اسباب هدایت بشر هم به دست خدای متعال و هم انسان است. معظم در ادامه فرمودند خدای متعال اگر به انسان عقل, عقل عطا نفرموده بود نمی خدا را تشخیص دهد بنابراین گاه انسان از این عطیه الهی استفاده می کند و گاه از آن بهره نمیگیرد. ایشان همچنین تاکید فرمودند لذا در آیه چهارم سوره ای ابراهیم آمده پس خدا هر را خواهد به زلالت و گمراهی وامی گذارد و هر را خواهد هدایت میکند. و این بدان معناست که خدا در مسیر هدایت دست انسان را نمیگیرد تا مستقیم او را به سوی بهشت هدایت کند بلکه او را راهنمایی می کند که در برخی مواقع مسیر درست را انتخاب می کند و در پاره موارد از مسیر الهی تبعیت نمی کند آیت الله رزما شیرازی با اشاره به مسبب الاسباب بودن خدای عزوجل فرمودند گاه انسان از این سبب استفاده می کند و گاه استفاده نمی کند که این امر به اختیار انسان است معظم الله در رابطه با انواع هدایت فرمودند در قرآن هدایت انسان به دو شکل ذکر گردیده گاه انسان قابلیت دارد که خدا او را ایسال به سوی مطلوب نماید همانند زمانی که از کسی مسیری سوال می شود و او در پاسخ به فرد سوال کننده می گوید که دقیقا پشت سر او حرکت کند تا به مقصد برسد که به این نوع از هدایت ای سال به سوی مطلوب میگویند ایشان در تشریح قسم دوم هدایت فرمودند گاه پاسخ دهنده به دست دست اشاره می کند و مسیر را نشان می دهد که به این شکل پاسخ راهنمایی گفته می شود و خدای وجل هر دو نوع از هدایت را طبق مصالح به بندگان خود ارائه می دهد که گاه هدایت او ایسال به سوی مطلوب و گاه در حد راه است و در قرآن کریم به هر دو نوع هدایت اشاره شده است آیت الله شیرازی در ادامه فرمودند اگر انسان شرایط هدایت را داشته باشد حتما خدای متعال از او دستگیری خواهد نمود و محال است که خدا این زمینه را برای او به وجود نیاورد چرا که خلاف رحمت و عدل اوست که چونین نکند با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم نه نمیشه این خلاف رحمت و عدل خدای عز و جل یه دونه آدم خوب خود شما اگر چند تا دوست دارید بعضی هاشون میبینید قابلیت دارن و قابلیت ندارن خود شما اخلاقتون اجازه نمیده که اونی که قابلیت داره رهاش کنید و خدا که ارحم الراحمینه